صدام حسین در آوریل سال 1937 در روستای اوجه از شهر تکریت به دنیا آمد. پدر صدام 5 ماه پیش از به دنیا اومدنش مفقود و نهایتاً کشته شد. درست تو همون زمان برادر 12 ساله صدام هم به علت سرطان درگذشت و این مسئله باعث شد که مادرش دچار افسردگی شدید بشه و پس از تولد صدام توانایی نگهداری اون رو نداشته باشه. به همین دلیل صدام تا 3 سالگی در خانواده داییش یعنی خیرالله تلفاح زندگی کرد. اما بعد از ازدواج مجدد مادرش صدام دوباره به خونه برگشت. سرنوشت صدام تا 10 سالگی به دست ناپدری خشن و پدر بزرگ ظالمش افتاد. اما نهایتاً تو سن 10 سالگی از خونه فرار کرد و دوباره به خونه داییش تو بغداد رفت. به کلاغ مدیا خوش اومدید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. اگر هم دوست داشتید ممنون میشیم لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. صدام برای اولین بار تو سال 1963 یعنی در سن 26 سالگی با ساجد تلفا دخترداری بزرگش که یه معلم بود ازدواج کرد. ازدواج بین ساجده و صدام یک ازدواج سنتی بود که وقتی اونها فقط 10 سال داشتن والدینشون برای این ازدواج توافق کرده بودن. نتیجه این ازدواج 2 پسر به نام‌های عدی حسین و قصی حسین و 3 دختر با نام‌های رقت حسین، رنا حسین و حلا حسین. صدام همچنین دوباره دیگه ازدواج کرد. اون سمیره شهبندر رو تو سال 1986 و پس از طلاق اجباری از شوهرش به عقد خودش درآورد و گفته شده که سمیره همسر مورد علاقه صدام بود و از اون هم صاحب پسری به نام علی شد که البته هیچ وقت به این پسر حق قانونی نداد. همسر سوم هم نزالت همدانی مدیر کل مرکز تحقیقات انرژی خورشیدی در شورای تحقیقات علمی عراق که به زور مجبور به ترک شوهرش و ازدواج با صدام شده بود. اما سرنوشت این خانواده شیطانی به کجا رسید؟ عدی صدام فرزند اول دیکتاتور عراق تو سال 1964 به دنیا آمد. اما در همین زمان صدام به جرم براندازی دولت در زندان بود. صدام از کودکی عدی رو به همراه خودش به اتاق شکنجه و بازجویی می برد تا پسرش مثل خودش بشه. شخصیت عدی بسیار شبیه پدرش بود. زمانی که پدرش با خونریزی و وحشیگری حکومت را به دست گرفت عدی فقط 14 سالش بود. اما راه و رسم آدم کشی و جنایت رو کاملا از پدرش یاد گرفته بود. چهره اون بیش از برادر کوچیکش یعنی قصی به صدام شباهت داشت. عدی خیلی زود دست به کار شد. فقط 15 سال داشت که اولین آدم کشی خودش رو انجام داد. اون از همون موقع اهل شرابخوری و بدمستی بود و اولین خون رو هم تو حالت مستی ریخت. اون علاقه داشت مخالفانش رو با حمام اسید، کشیدن ناخون و ریختن آب جوش و شکنجه های قرون وسطایی بکشه. عدی اعتیاد شدیدی به مواد مخدر داشت. علا بشیر پزشک خانوادگی صدام که با روحیات عدی از نزدیک آشنا بود اون رو مبتلا به بیماری حاد روانی میدونه. بشیر معتقده که بیماری عدی به ویژه بعد از ترور او در اواخر دهه 1980 بیشتر شد. او به شکار زنان و دختران بخت برگشته می رفت و پس از آزار شدید جسمی و تعرض به اونها با فجیع‌ترین شکل ممکن به زندگیشون خاتمه می داد. یکی از این زنان همسر یک ژنرال عراقی بود که عدی پس از قتل همسر این ژنرال خود اون رو هم به خیانت متهم کرد و با حکم حبس ابد به زندان انداخت. عدی وسایل شکنجه ویژه خودش را اختراع کرده بود. لطیف یحیی بدل عدی درباره اتاق‌های شکنجه مخصوص عدی که در ویلای دورافتاده‌ای تدارک دیده شده بود میگه اون یک قاب آهنی ساخته بود که افراد را داخل اون قرار میداد. این قاب پیچ‌هایی داشت که به تدریج سفت میشد و به گوشت بدن فرد فرو میرفت. بارها شاهد بودم که وقتی آن بدبخت فریاد میکشید عدی قهقهه میزد و دستور میداد که پیچ‌ها را بیشتر سفت کند. صرف نظر از رفتارهایی که یحیی عادل گزارش داده، نوع برخورد عدی با ورزشکاران عراقی هم عجیب و غریب بود.
اون که توسط صدام در سن 20 سالگی به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک عراق منصوب شده بود، خانواده های ورزشکاران را گروگان می گرفت و تهدید می کرد که اگر مدال نیاورند به زنانشون تجاوز می کنه و مردان رو زنده زنده می سوزونه. اون ورزشکاران رو سگ و میمون خطاب می کرد و برای تنبیه در چاه فاضلاب می انداخت. فوتبالیست های قدیمی عراق هنوز هم طعم دردناک شلاق های اودای را به یاد دارند. وقتی در سال 2000 در مسابقات مقدماتی جام جهانی تیم فوتبال عراق با نتیجه 4-1 مغلوب لبنان شد، اودای دستور داد هاشم حسن دروازه‌بان تیم و قحطان شاتر فوتبالیست دیگر عراقی رو که به عقیده اون در این باخت نقش داشتند به مدت 3 روز و در فاصله های زمانی کم شلاق بزنند. بقیه فوتبالیستا هم از کتک های اودای در امان نماندند و تعدادی از اونها سر از چاه توالت در آوردند. اودای صدام در عراق برای خود دولتی در سایه و ترس به وجود آورده بود. یک مرکز اطلاعاتی ایجاد کرده بود که مستقیماً زیر نظر خودش بود و تو سالهای آخر آنقدر پیش رفته بود که از پدرش هم جاسوسی میکرد، چیزی که باعث ترس صدام شده بود. همچنین اودای کسی بود که با ایجاد ترس و وحشت موجب فرار داماد و دختران صدام از عراق شد. ماجرا به این شکل بود که حسین کامل و صدام کامل، دو برادری که با رقد صدام و رنا صدام دختران دیکتاتور عراق ازدواج کرده بودند و هر یک در حکومت صدام پست‌های مهمی داشتند، طی یک توطئه مظنون شناخته شدند و تو سال 1995 به اردن فرار کردند، اما مجدداً با وعده بخشش صدام به عراق برگشتند. بعد از بازگشت صدام دخترانش را مجبور به طلاق کرد. بقیه کار با اودای بود. اون که به خاطر نفوذ حسین کامل در ارتش از او متنفر بود، با یک نقشه از پیش تعیین شده اقامتگاهشان را به گلوله بست و به آتش کشید. بعد هم از جنازه شوهر خواهرش فیلم گرفت تا به پدر نشان بدهد. صدام در ابتدای کار از رفتارهای پسرش لذت می برد و معتقد بود مرد باید این گونه باشد. اما وقتی در اکتبر سال 1988 در یک مجلس رسمی کامل هنوججو محافظ مسیحی صدام رو هدف گلوله‌های پیاپی قرار داد و به قتل رسوند، کفر صدام رو درآورد. دیکتاتور عراق فهمید که جانی بودن تنها برای خوب بودن پسرش کفایت نمی‌کنه، در حالی که عقلی در سر نداره. به همین دلیل دیگه مشاغل حساس رو به اودای واگذار نکرد و با وجود اینکه اون پسر بزرگتر بود، ترجیح داد قصی را که هم زیرکتر و هم بیرحمتر بود جانشین خودش کنه. قصی صدام در سال 1966 به دنیا اومد، یعنی 2 سال بعد از تولد اودای. قصی برخلاف برادرش اهل هیاهو نبود، کمتر هرزگی میکرد و بیشتر دوست داشت با سیاست وحشیانه حزب بعث سرگرم باشه و در سایه باقی بمونه. قصی از همون ابتدا به صدام نشون داد که هر اندازه که پدر دوست داره بی‌رحم و در عین حال آرام و محتاط. صدام به او اعتماد کامل داشت، آنقدر که در روزهای پایانی قصی یکی از 2 نفری بود که می‌دانست صدام دقیقاً کجا مخفی شده. این پسر عاقل رو ماشین خودکار اعدام صدام می‌دونند. اون فرمانده ی گارد ریاست جمهوری و عضو مجلس بعث بود و خواب ریاست بعد از پدرش رو می‌دید. قصی بعد از فرار پدرش از بغداد حاکم این شهر بود، اما اگر فکر میکنید که این ویژگی ها باعث میشد تا در کارنامه جنایات او کمتر از اودای قتل و تجاوز و کشتار ببینیم، سخت در اشتباهید. قصی برخلاف برادرش همیشه به جنایات در مقیاس وسیع فکر میکرد. او همان جنایتکاری است که به دلیل دشمنی با شیعیان دستور قتل عام اونها را صادر کرد و فرمان داد نیزارهای جنوب را آتش بزنند. فیلم‌های وحشتناکی که به عنوان جنایات صدام پس از مرگ وی منتشر شد، عموماً عملیات‌هایی بود که زیر نظر شخص قصی انجام می‌گرفت. یکی از مشاوران او بعدها فاش کرد که قصی زیاد حرف نمی‌زد، اما دوست داشت زغال شدن افراد را در آتش ببیند، آن هم در حالی که زنده زنده می‌سوزند. صدام می‌خواست قصی رو به عنوان جانشین خودش معرفی کنه. اون معتقد بود با شخصیت نامتعادل و روحیه توأم با خونخواری قصی، حکومت صدام برای سالهای طولانی باقی میمونه.
قصی از شکنجه کردن زندانیان لذت می برد، اما بیشتر دوست داشت خودش این کار رو انجام بده. برخی از گزارش ها از نقش او در شکنجه و شهادت عده ای از اسرای ایرانی حکایت داره. قصی چه در زمان جنگ تحمیلی علیه ایران و چه در زمان سرکوب قیام مردم کرد عراق علاقه فراوانی به زدن تیر خلاص داشت. او عاشق کشتار در حجم بالا بود، به خصوص اگر این کشتار به دست خودش انجام می شد. در واقع این قصی بود که با تحریک برادرش عدی و طرح توطئه علیه حسین کامل و صدام کامل، دامادهای صدام، اونها رو وادار کرد تا از عراق فرار کنند و با یک نقشه زیرکانه نقشه قتلشون رو کشید، طرحی که صدام هم از اون حمایت کرد. پس از حمله آمریکا به عراق در 20 مارس 2003، آمریکا و متحدانش ظرف 3 هفته حکومت صدام حسین را در هم کوبیدند و عراق را به طور کامل اشغال کردند. در این شرایط صدام و اعضای درجه 1 خانواده‌اش مخفی شده بودند. آمریکا برای خبری که منجر به پیدا کردن اونها بشه میلیون‌ها دلار جایزه تعیین کرد. برای صدام 25 میلیون دلار و برای هر یک از پسرانش 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. لشکر 101 هوابرد ارتش آمریکا 4 روز پس از ورود به بغداد، یعنی 13 آوریل 2003 به خانه ای حمله کرد که عدی و قصی در آنجا مخفی شده بودند. همسایگان شیخ نواف الزیدان محمد، پسر عموی صدام، اظهار داشتند که این فرد به نیروهای آمریکایی خبر داده بود که عدی و قصی پسران صدام به همراه او و خانواده اش زندگی می کنند. همسر شیخ و 4 دخترش ساعت 6:30 صبح روز چهارشنبه از آن خانه بیرون رفتند و هرگز باز نگشتند. در نهایت نیروهای ارتش آمریکا حمله کردند تا پسر عموی صدام صاحب 30 میلیون دلار شود. عملیات تصرف خانه در 22 جولای 2003 با بیش از 100 نظامی و چند هلیکوپتر انجام شد و نزدیک به 6 ساعت طول کشید. نظامیان بسیار تلاش کردند که پسران صدام را زنده دستگیر کنند، اما موفق نشدند چون تیراندازی از داخل خانه قطع نمی شد. در نهایت پسران صدام به طرز فجیعی کشته شدند. ساجده همسر اول صدام به همراه 3 دخترش رغد، رعنا و حلا پس از حمله آمریکا از عراق خارج شدند. رغد و رعنا در حال حاضر در اردن به سر میبرند، در حالی که ساجده و حلا در قطر هستند. سمیره همسر دوم صدام نیز به همراه پسرش به لبنان فرار کرد و از آنجا عازم کانادا شد. از سرنوشت نزال همسر سوم صدام اخبار زیادی منتشر نشده، اما طبق برخی اخبار او اکنون در یک کشور غربی زندگی می کند. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.